الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز شبکه دو سیما، ویژه برنامه باغ کتاب که از نمایشگاه کتاب ما این برنامه رو داریم میگیریم و شما دارید در منازلتون و یا در جایی که تلویزیون هست تماشا میکنید. ایشالله که بتونیم به وسع محدودمون تلاشی بکنیم برای کتاب خونتر شدن شما، بیشتر کتاب خونتر شدن شما، کتاب بیا تو زندگی همون و اینا. مهمان عزیزی داریم در استودیو که این روزها فیلم سینمایی روی پرده سینماها هست به نام آپاراتچی که سوژه خیلی جذابی داره، در جشنواره فیلم فجر خیلی خوش درخشید، در فضای مجازی و در محافل هنری زیاد دارن درباره صحبت میکنن که اقتباسی از یک کتابی است با نام آپاراتچی. الان در کنار من آقای مسعود ملکی، مدیر محترم پروژه آپاراتچی هستن. سلام آقا مسعود، خیلی خوشحالم. سلام، مخلصیم خدمت شما، این خوشحالیم. انشالله بحث خوبی داشته باشیم. انشالله. من خیلی تونتونم، ریتمم رو تون کردم که میخوام بیشتر از شما بشنوم. خواهش میکنم. سرعت کلامم به خاطر این تونده. از کتاب آپاراتچی خب خیلی صحبت شده نسبتش با فیلم. من میخوام درباره خود کتاب صحبت کنم، یعنی درباره فیلم. ماشاءالله تو این روزها چون رو پرده سینما هم هست و تا کی هست؟ تا آخر اردیبهشت. تا آخر اردیبهشت ما هست انشالله. و پیشنهاد میکنم حتما بینندگان محترم این فرصت رو غنیمت بدونن اگه ندیدن ببینن. در رابطه با کتاب، که این کتاب چه شکلی به وجود اومد، سراغ خاطرات آقای جلیل طائفی رفتیم و از این جنس کتاب هایی که جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کار کرده، مثلا چه شکلی این روند تاریخ شفاهی به وجود اومد، برای چی به وجود اومد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، میانه دهه 80 ایده طرح شد توسط جمعی در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با عنوان تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی، تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر مردمی انقلاب. این یه خلل رو داشت پیگیری می‌کرد، این که ما در روایت از انقلاب اسلامی و جامعه ایرانی مردم و فعالیت فرهنگی هنریشون رو نمی‌بینیم و اساساً روایت سیاسی و نخبگانی و امنیتی و نظامی سیطره داره، تسلط داره بر روایت خود ایران. و به همین دلیل خب این ایده شکلی رفت و خب البته اول هم با سختی شروع شد، یعنی همون اول هم خیلی ها نمیدونستن خب یعنی چی. حالا مثلا حتی اساتید حوزه تاریخ شفاهی گفتن که خب ما تاریخ جنگ داریم، دفاع مقدس داریم، اینا رو باید کار کنیم. اینا خب چه کارمون میاد؟ آره چه کارمون میاد. خب یه ایده بود که البته خب چون آسیب شناسی درست داشت، یه نظریه جدی پشتش داشت، الحمدلله به مرور درست راه افتاد، جاذبه و جذبه خودشو ایجاد کرد و حالا جریان شده. الان دیگه درباره ایده تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر مردمی در کشور حرف میزنن، نظر دارن، محصولات متنوع داره، کتاب‌های زیادی داره، پژوهش‌های مختلفی داره و محققین زیادی داره. خب ما خب انقلاب اسلامی پدیده و یه اتفاق مردمی و فرهنگیه و اتفاقا مسئله از اینجا شروع میشه. اگه انقلاب پدیده و اتفاق مردمی و فرهنگیه، خب باید این همینجوری روایت بشه. خب ولی خب تا میانه دهه 80 ها اوایل دهه 90 هم شما نمیتونستی بگی مثلا مردم عادی در انقلاب، در جنگ، در نهضت، در جهاد سازندگی، در نهضت انقلاب چه کار میکردن، یعنی ماجرایی نداشتید. یواش یواش اتفاقاتی توی تاریخ دفاع مقدس افتاده بود که مثلا بله مثلا فلان خانم، ولی بازمونم ارتباط نظامی داشت، مثلا درباره جنگ بود، در نسبت با خرمشهر بود، مثل دا، مثل کتاب های خوبه دیگه. ولی باز تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر یا فعالیت های فرهنگی هنری مردمی در انقلاب نبود. خب این خلأ نیاز ایجاد کرد و نیاز جریان ایجاد کرد و این جریان خب بالاخره کار کرد. آدم های زیادی، رفقای زیادی پژوهش های مختلفی درباره همین آدم ها کردن، مثل همین آقای جلیل طائفی که دهه 60 بعد از انقلاب فیلمی ساخته، عشق سینما بوده، فیلمش رو با دوربین سوپر 8 می‌ساخته، می‌رفته تو روستاهای تبریز اکران می‌کرده، بلیط فروشی می‌کرده، پول بخشی از پول بلیطش هم به جنگ و جنگ زده‌ها می‌داده. خب این فرآیند منحصر به ایشون نبوده، شما صدها یا هزاران نفر در کشور این شکلی داشت. فقط هم فیلمسازی نبوده، در مساجد و در مدارس هم بوده. فقط هم باز فیلمسازی نبوده، نمیدونم گروه تئاتر و موسیقی و سرود هم بوده دیگه. سرود جز معروفترین و مشهورترین هاشه که مثلا سرود گروه سرود آباده و گروه های سرود در دهه 60 یه جریان فرهنگی جدی در دهه 60 به شمار میره.
خب مثلا ما تاریخ شفاهی گروسود آبادر برای اولین بار ما کار کردیم، یعنی هیچ کس دیگه سراغ اینا نرفته بود. یک کتاب شاید 400-500 صفحه سراغ همه گروه اعضای گروه سرود رفتیم، مسابقه گرفتیم، به شدت کتاب بین المللیه، چون بالاخره این گروه سرود در کشور، در حتی منطقه شنیده میشد یا دیده میشد و پیگیری میشد. خب از این سوژه های این شکلی کم نیست، باز مثلا فلان موزیسین، فلان شاعر، فلان خواننده که مثلا سرودهای مهم انقلاب خونده. همچنین درباره نویسنده ها، همچنین درباره ژورنالیست ها. خب تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی ایدهش این بود که این آدمایی که پراکنده در کشور ثبت میکنید اینها رو، عمل قهرمانانه شون و خود زندگیشون رو، آره از صفر تا صدشون رو. خب چند تاشون مثل جلیل طائفی این قابلیت رو دارن که فیلم بشن، به نمایش در بیان، تصویری بشن؟ ببین به نظر من حالا اینکه بگم همشون اغراق، بگم بخشیشون حتما به با دقت بیشتر و با دقت بیشتری حرف زدم، اما به نظر همشون میتونن مایه استفاده از کار سینمایی بشن. اما از اونجایی که اینا خودشون همه هنرمندن و بالاخره ماجرا دارن، اینا به نظر من اکثریتشون قابل استفادهن. و اینکه یک کنش خاص کردن، خاص بودن تو هنر چیز دیگه، یعنی ممتاز میکنه. یعنی وقتی شما یه آدمی یه ویژگی خاص داشته باشه، میگه آها ببین این متمایز از بقیه است، این شخصیت داره. و این آدم ها کارهایی رو یه دوره‌ای کردن که الان اتفاق نمیفته و برای جامعه ما الان خاصه، اون دوره شاید طبیعی بوده باشه. این خاص بودگی اینها به کار هنر میاد، به کار هنر میاد. و به نظر من اتفاقا یکی از خدمات تاریخ شفاهی این تیپ آدم ها خدمت به هنره، چون داره برای هنر مایه دراماتیک و مایه جذاب داستانی خلق میکنه که در خیال هنرمند شکل نمیگیره، در واقعیت میدان و جامعه شکل میگیره. و به نظر من همشون دارن، یعنی آدم های دیگری این شکلی هستن که هم آدم ها به نظر من آقای ملکی عزیز، هم بعضی از رویدادها، مثلا حالا رویدادهای متأخر ما، مثلا تشییع جنازه حاج قاسم، بله یک اتفاق بزرگی بود دیگه و با کلی ماجرایی که توش میتونه، بله تو همون اتفاق تشییع جنازه حاج قاسم مثلا دوستان ما که یعنی یک نفر نیست، آدمهای زیادی تو اون رویداد هستن. بله بله، حالا این یک نفر عامل اون هزاران نفر یا صدها هزار نفر عامل به این معنا نیستن، ولی شاهد و راوی هستن. بله مثلا تو همین قصه حاج قاسم، مجموعه انتشار راهیا که یه سری 30-40 تایی کتاب داره، خاطرات مردم شهرها از خبر شهادت حاج قاسم و تشییعش، خیلی قصه های جذاب، خیلی قصه های جذاب که مثلا یکیشون اون روز مثلا خواستگاری قرار بود براش بیاد، نمیدونم که ما فیلم کوتاهش هم ساختیم و میاد و اصلا خواستگاری دیگه شکل نمیگیره و عزاداری میشه و اصلا این عزاداری مایه پیوند این دو خانواده میشه. یا عروسی داشتن تالار گرفته بودند کنسل میشه. اصلا خیلی از این موقعیت هایی که تو اتفاق سالیان گذشته مثلا ارتحال امام خمینی یا اتفاقات دیگه، یا حتی فتح خرمشهر، تو فتح خرمشهر هم باز این اتفاقات این شکلی، از این جهت که یه سرور ملی داشتیم ما بعد از سالها، بعد از صدها سال، بعد ده ها سال ما تونستیم پیروز شیم توی جنگ، نه تو دوره پهلوی، نه تو دوره قاجار، سالها بود شکست خورده بود. خب این فتح خرمشهر واقعا یه اتفاق کلی راوی داره، کلی راوی با احساس داره که برونداد داشتن، مایه دراماتیک داره، میشه سراغشون رفت. بله ولی خب نگرفتن اون دوره. ما الان مثلا رفقای ما دارن یه کارایی میکنن، ولی خب اون دوره اگر گرفته میشد و این قابا و این خاطرات و احساسات مردم و ماجراهاشون، خب یه سری چیزا رو ما دیر، الان هم که میگی دیر فهمیدیم، دیر رفتیم سراغ این سوژه ها. یه سری سوژه ها الان داره رخ میده، مثل اتفاقاتی که در جریان پیشرفت بچهای علمی ماست، مثلا تو فضای شرکت های دانش بنیان، چیزایی که همین الان در جریانه، برای اینا میشه چی کار کرد؟ چیزایی که همین الان زنده است، یعنی در حال اتفاق افتادنه. ببین حالا جنبندی ما، حالا رفقای ما تو انتشار رایار اینه که همه اینا سوژه هست، یعنی حتی همین چیز که الان شما فرمودین نمیدونم دیدین یا نه، مثلا رده روایت پیشرفت هم اونجا وجود داره. بله. که مثلا کتاب هایی که بالاخره یه شرکت دانش بنیان یا یه آدم خاص در حوزه صنعت یا یه آدم خاص یا آدم فعال در حوزه ورزش فرق نمی‌کنه، مثلا اینا جمع میشن روایت شن. یعنی همین الان
ما رفقای ما جای دیگه همین جام جهانی 2022 قطر رو رفتن روایت کردن، با اینکه مثلا 45 سال بعد از انقلاب این همه رویداد ورزشی مهم بوده، کشتی، فوتبال، والیبال، والیبال نشسته، خیلی اتفاق شما ولی نگاه میکنید میبینید که روایت ورزشی که میتونه اساسا یه ژانر جدی باشه وجود نداره، چاش خالیه. و میخوام میگم که همه اینا هست. بگم هم که گفتید محمد حسن یادگاری عزیز، حالا من فقط به خاطر مهدی مافی آره این زحمت رو کشیدن و کار ارزشمندی رو خلق کرده. خب میگم که نکته اینجاست که بله همین که شما میگید همه فرصت هایی که فضائل جامعه رو میشه روایت کرد امروز باید این کار کرد، این کار باید کرد و نظام حداقل توی تاریخ شفای جبه فرنگی یه قسمتی از این آواری که روی تاریخ گذشته ما بوده جمع شده، ولی همین الان و اکنون ما کلی ماجرا و آدم و اتفاق داریم، مثل همین قصه طوفان الاقصا یا وعده صادق، کلی ماجرای مردمی داریم، کلی حس و حال اجتماعی داریم که اینا قابل احساس. خیلی ممنون از شما آقای ملکی عزیز. موضوع مهمیه که خوبه بیشتر هم درباره صحبت بکنیم، وقت ما محدوده، وسع ما محدوده، ولی میتونیم پیشنهاد بدیم. الان شما بخواید چند تا کتاب تاریخ شفاهی پیشنهاد بدید، چیزی به خاطرتون هست؟ ببین تاریخ شفاهی که تو فعالیت فرهنگی اونایی کتاب آقای راغب هست که از موسیسین‌های معروف انقلاب بودن، کتاب آقای شاهنگیان هست از اساتید حوزه موسیقی بودن، عرض به خدمت شما که کتاب آقای جلیل طائفی هست، زیاده این کتاب که بیشه دیگه الان دست هم هست. بله هر کدوم هم یه رنگ و بوی داره، مثلا برخشون نخبگانی مردمی هست، برخشون نخبگانی هست، یعنی الحمدلله این رنگین کمان جامعه ایرانی رو ما رفقا تونستن مثلا به متن و به ادبیات تبدیل کنن و تمام هم نمیشه، یعنی شما هر چقدر هم برید سراغش و اینا این دریا بی انتهاست الحمدلله. دست شما درد نکنه. این کتاب را ما چون داریم معرفی میکنیم یاد آقای رشیدی عزیز رو هم گرامی میداریم که حاصل تحقیقات و زحمت ایشونه. خیلی ممنون از شما و ممنون از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید در این برنامه. تا قسمت بعد خدا یار و نگهدارتون. کتاب بخونیم، فیلم خوبم ببینیم. Thank you.